کشورهای غربی به جز تحریم چه اقدامات دیگری میتونن انجام بدن؟ چون در هفته های گذشته دیدیم که شماری از معترضان خواستار قطع روابط دیپلماتیک کشورهای غربی با ایران شدن و حتی فراخوندن اخراج سفرای ایران از خاکشون. برای ما بگید از اقدامات بیشتری که میتونن انجام بدن این کشورها. درود بر شما، درود بر بینندگان عزیز، خانم دفتری و آقای فرهنگ، خیلی ممنون از اینکه من رو دعوت کردید. من همین یک ساعت پیش از یک گفتگویی با یکی از سناتورهای هلندی که نویسنده لایحه‌ای بود که هفته پیش در سنای هلند تصویب شد که در اون از مقامات هلندی خواسته بود که در سازمان ملل همراهی بکنه با امریکا برای حذف جمهوری اسلامی از کمیسیون زنان در بخش حقوق بشر سازمان ملل صحبت می‌کردم و اتفاقا اونجا همین موضوع مطرح شد، چون یکی از لایه‌های دیگه‌ای که ایشون مطرح کرده بود مسئله خروج یا بیرون انداختن دیپلمات‌های جمهوری اسلامی بود که رأی نیاورد و من به ایشون مطرح کردم که بهترین کاری که شما میتونید انجام بدید اینه که در لایحه بعدی مسئله منافع استراتژیک غرب که مسئله هسته‌ای، مسئله ارسال موشک، پهباد به روسیه، مسئله گروه‌های شبه نظامی شیعه در خاورمیانه و غیره هست، الان مسئله حتی طرح‌های ترور از طرف جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی برای بخصوص همکاران شما در لندن وجود داره، همه اینها اگر بخوایم بهش بگیم که اینها نوعی از منافع استراتژیک هست، باید در کنار مطالبات حقوق بشری مردم ایران در کنار هم مطرح بشه. بهش مطرح کردم، گفتم مطمئن باشید که حکومت در هفته‌های آینده به دنبال اینه که دوباره مذاکرات رو آغاز بکنه، اتفاقا چیزی هست که هم امریکا میخواد هم اروپا میخواد چون منافع استراتژیکشون هست، ولی شما میتونید از این فرصت استفاده بکنید که مطالبات حقوق بشری رو در ذیل این مذاکرات، در کنار این مذاکرات نوعی از پیوند دادن این دو قرار بدید، مثل کاری که غرب در زمان جنگ با شوروی سابق با قرارداد هلسینکی 1975 انجام داد. ببینید تا الان غرب به طور کلی و کشورهای اسلامی هم خیلی مهمه این نکته، هنوز تصمیم نگرفتن که جدی با جمهوری اسلامی مقابله بکنن، چون اگر قرار باشه که این کار رو انجام بدن مسئله بیانیه دادن یا مسئله تحریم‌های تزیینی و آرایشی که تا الان مطرح بوده چه از طرف امریکا و چه از طرف اروپا بی‌معناست. بله. چیزی که معنا داره مثلا فرض بکنید تحریم سپاه پاسدارانه، چیزی که معنا داره مسئله واقعا کمک به آزادسازی اینترنت به سمت ایرانه که الان با اخلال مواجه شده.